قوم نوح یک ویژگی دیگه داشت، اینو بگم آرمانم جمع کنم، اصالت شک. در دوره نوح مبعوث میشه که شکاک بودن، بل نظنکم کاذبین، ظن و گمان حاکم بود، اصلا ریلیتیویسم حاکم بود، شک گرایی و نسبیت گرایی حاکم بود، همه چی نسبی بود، هیچ چی قطعیت نداشت، پوزیتیویسم حاکم بود بر جامعهشون. تنها روش معتبر تحقیق و شناخت چیه؟ فقط علمی و تجربی است. هر چی رو میتونم تجربه کنم وجود داره، نمیتونم تجربه کنم پس نیست. برای همین جالب، قوم نوح فرقشون با بقیه اقوام در قرآن اینه که خیلی از چشم، عین و رعیه، دیدن استفاده میکنن، فعلشو خیلی استفاده میکنن. میگفتن کوه کجاست؟ دیده نمیشه، پس نیست. ابزار شناخت اون مود، حالا ابزار شناخته الان بیشتر شده. ما در شکاکانه ترین زمان ممکن به سر میبریم. ابزارهایی که امروز بشر داره، از ماکرو تا میکرو، از نجوم تا اتم، هیچ وقت هیچ بشری نداشت، هیچ وقت هیچ کسی نداشت، اما شکاکترین بشره. رفته تو دی ان ای، رفته تو دل سلول ها، میبینه ژنتیکو، میبینه این هنر خالقو، اما بازم میاد میگه نه. یعنی اصلا کپیه. ماجرای دیگه نوح چیه؟ زمان طولانی شد تا امر خدا برسه، فقط 950 سال قبل از طوفان پیامبری کرده. بله قرآن هم نمیگه 950 سال، میگه 1050 کم، عمدن اینجوری میگه. میدونی چرا؟ میخواد عدد 1000 رو تو ذهن من شما بکاره. میگه بعضی موقع وعده الهی میزنه روی 1000، حالا 50 تا کمتر، 50 تا بیشتر، 400 تا کمتر، 400 تا بیشتر، عدد 1000 رو میخواد تو ذهن شما بکاره. یه الف میگه یه 50 کم میکنه. حالا آدم هایی نبودن که وعده نو، دعوت نو بشنون، بله، و بمیرن در زمان نو، بله. هست رو باید بخونید تفاصیل هست. میگه بچه میومد، مردم میاد دست بچهش، میگه بابای دیوونه هر میبینی داره وسط بیابون کشتی میساسه؟ میگه بابام میگفت به حرف این گوش نه، تا هم به بچهت بگو. این بود. حالا امر الهی طول کشید، تو با چی میمیری؟ راضی به کدام جریانی؟ همین، یا لیتنا کننا معکم، تو کدوم سپاه؟ در عمل چه جوری زندگی کردی؟ بدونید من و شما مبتلا خواهیم شد. هر چه داد بیشتر بشه، شرایط جوری فراهم میشه، تو درگیر میشی. ببینن تا کجا پیش میری، تا زن و بچت میری جلو، تا آبرود میری جلو، تا پولت میری جلو، چقدر حاضری برای این مسیر خرج کنی؟ تو این مسیر بدونید، مسیری که بخوای جلو از حقانیت دفاع کنی، فوش داره، تهمت داره، توهین داره، دروغ داره، کشتن داره، بی آبرویی داره، چه میدونم، کم میاری یا محکم میری جلو؟ نه اینکه بری خودت خرابکاری کنی، نمیدونم بعد بندازی گردن محسن، نه، بری خودی غلطی بکنی بعد به انبیا میگن نه همونه دارن اینجوری، نه داداش تو خودت داری خرابکاری میکنی.